شما در ایران مشغول کار بودیم عنوان هنرمند و بعد دستگیر شدین و بعد از اون به تبع اون خارج شدین از ایران. درباره این دستگیری و خروج از ایران به ما بگین چه اتفاقی افتاد؟ بله، من سالها بودش که فعالیت هنری می کردم در ایران و خب به تبع اوایل فعالیت هنری من در واقع زیر نظر مجوز ارشاد بود، به خاطر اینکه با گروهی که مادرم داشت به اسم گروه آوای مهربانی کار میکردم و در واقع همخوان بودم. و بعد از اون که شروع کردم یک مقداری مستقلن فعالیت کردم و بیشتر با موسیقی غرب و تلفیق موسیقی غربی و شرقی آشنا شدم، چاره ای نبود جز این که به خاطر اینکه رنگ و بویی که در واقع نوع فعالیتی که من دوست داشتم قاعدتا خارج از عرف بود و من نمیتونستم چیزی که دوست داشتم رو دنبال بکنم، در واقع ناچارن موسیقی زیرزمینی رو و اجراهای زیرزمینی رو شروع کردم. خب به طبع یه بخشی از این اجراهای زیرزمینی در کافه ها و در امارت ها و در مراکز فرهنگی که یک مقدار شکل خصوصی داشت شکل می گرفت و چیزی نگذشت از این فعالیت هایی که من تقریبا تازه شروع کرده بودم و داشت پررنگ هم می شد، چیزی نگذشت که من شناسایی شدم به صورت یک خواننده زیرزمینی و در یکی از این اجراها دستگیر شدم. خیلی جدی صورت گرفت، یعنی کاملا مشخص بود که از قبل شناسایی شده بودم و حالا یا لو داده شده بودم یا اینکه من رو زیر نظر داشتن، چون فعالیت‌های اینستاگرامی و تمام فعالیت‌های اجراییم زیر نظرشون بود و ازش اطلاع داشتم. در یک کافه اجرا داشتم در یوسف آباد که در حین اجرا ریختن و به در واقع به بهانه اینکه در ماشین چند تا سوال از شما میپرسیم، چیزی که خودمون هممون باهاش خیلی آشناییم، در ون چند تا سوال از شما میپرسیم بعد میتونید برید. و شانسی که آوردم اون شب خانواده من توی اجرام بودن و اطلاع پیدا کردن که من رو کجا بردن، چون که هیچ چیز به خانواده‌ام نگفتن و من فقط تونستم یه تماس خیلی کوتاهی با خانواده‌ام بگیرم که و بگم که در واقع کجا منو بردن. ولی خب از همون زمان بودش که پرونده من استارتش خورد و از اون روز تا 19 ماه بعدش من درگیر پرونده بودم و رفت و آمدهای مکرر و بازخواستهای مکرری که از من میشد و دادگاههای مکرری که میشد تا زمانی که از من خواستن که خودم رو معرفی بکنم و به زندان برم. البته همون شبی که من رو دستگیر کردن، همون شب من رو نگه داشتن تو وزرا و فرداش به دلیل اینکه به روز جمعه خورده بود و از ما 500 میلیون نقد وثیقه میخواستن و خب همه بانک‌ها بسته بود، هیچ چاره‌ای نداشتیم که خب کی اون لحظه 500 میلیون نقد داره که بتونه به عنوان وثیقه بذاره. و همونجا مستقیما من رو از دادگاه بعد از بسیار بی‌احترامی‌هایی که هممون می‌دونیم از چه جنسی هست، من رو منتقل کردن به زندان زنان شهر ری قرچک ورامین و جدا از اینکه کابوس خیلی بزرگی باهاش مواجه شدم، تمام زندگی خودم و خانوادم در این مدت خیلی نه چندان کوتاه وقف این نگرانی ها، بی احترامی ها، تهمت ها که فقط و فقط به دلیل جرم زن بودن و خواننده بودن در واقع بود،
به من تحمیل شد و بعد از یک سال که این پرونده بالاخره تموم شد و بسته شد و من دوباره مجبور شدم که چند ماه رو در حبس بمونم در همون زندان، بالاخره دیگه زمانی بودش که گفتم نه این همینه، من دیگه باید اینجا رو ترک بکنم، اگر این اسمش وطنه من این وطن رو در حال حاضر نمیخوام، به خاطر اینکه این سختی هایی که کشیدم و این خطری که در درونش من یک لحظه احساس امنیت نمی کردم واقعا نمی ارزید به این که بخوام باقی عمرم رو در سکوت در وطن خودم بمونم. این بود که اومدم بیرون بالاخره. در واقع پس شما دستگیر شدین، حکم گرفتین و حکمتون رو هم اجرا کردن، یعنی شما به زندان هم رفتین برای جرمی که براتون بسن. بیزارم از دین شما رو اینجا خوندین و همزمان با کشته شدن کیان پیرفلک، از این ترانه بگین که چه بازخوردهایی گرفتین وقتی که منتشر شد، چه بازخوردهایی گرفتین، چه انتظاری داشتین که چه اتفاق میفته و چه بازتابی پیدا کرد؟ راستش من موقعی که داشتم این ترانه رو میخوندم خیلی شرایط برام احساسی بود، توقع بازخورد و در واقع وایرال شدن این ویدیو رو نداشتم طبیعتاً و فقط خشمی بود که تبدیل به یک آهنگ شد، تبدیل به یک ملودی شدش که من از توی اینترنت شنیده بودم و بعدها متوجه شدم که، یعنی قبل از اینکه بخونم متوجه شدم که این از هیئت یزدی ها در اومده و خیلی جالب که این ترانه اینقدر پارادوکس داره، یعنی از نوع تشکیل شدن این ترانه و نوع خانشش و کجا خوندنش گرفته و کانسپتی که اصلا براش اجرا میشه و حالا رنگ و بوی اعتراضی که داشت نظر من رو در وهله اول جلب کرد و خب به طب نوع خانشی که داشت، اولش نمیدونستم که خواننده این قطعه کیه و اصلا شاعرش کیه، که جناب آقای سید شهاب الدین موسوی که بعدها هم وارد مکالمه شدم باهاشون و چقدر انسان شریف و نازنینی هستن و من بعد از اینکه این رو انتشار دادم اون لحظه‌ای که من این رو خوندم، در واقع بذارید از اینجا بهتون بگم، اون لحظه‌ای که من این رو شنیدم و بارها بود که شنیده بودمش و حفظ شده بودم تک تک کلمات رو و البته تمام مدت من داشتم همین دو خط رو میخوندم، این دو خط برای من معنی پیدا کرده بود، به جایی رسیدش که در واقع برای من تازه معنی پیدا کرد، یعنی زمانی که من شنیدم که این کودک طفل معصوم رو و سراسر معصومیت، سراسر خلاقیت، سراسر هنر، هوش رو بدون اینکه اصلا روحش خبردار باشه که در جهان اطرافش چی داره میگذره و چرا باید دوچاره همچین حادثه‌ای خودش و خانوادش بشه، راستش به همه چیز شک کردم، به وجود کائنات، خدا و همه چیز شک کردم در وهله اول. نمیگم شکم درسته، نمیگم شکم غلطه، ولی لحظه بودش که در اوج عصبانیت خودم بودم و داشتم میگفتم اصلا چرا باید یه سری اتفاقات در این جهان بیفته و حالا در این جغرافیایی که ما زندگی کردیم هممون و طعم نامردی ها و ناعدالتی ها رو چشیدیم، به عین دیدیم و شاهدشون بودیم، حتی شامل ما شده در واقع این ناعدالتی ها و شامل تمام اطرافیانمون، چرا باید این اتفاق بیفته؟ و اون لحظه بود که تازه این شعر به صورت زمزمه برای من شروع شد و در ذهنم چرخید و چرخید و چرخید و چرخید و اون ست درامزی که کنارم بود رو فقط ازش استفاده کردم برای اینکه با مشتم بکوبم روش، مشتم انگار که یک در واقع یک وسیله بروز عصبانیتی برای من شد، اون اسنیر درامز که صدای من به توسط اون با اون ضربه ها تونست بیاد بیرون. درسته که اون
تک ضرب سه ضرب ها همیشه برای ما یادآور عاشورای حسینی و اتفاقات محرم و این اتفاقاتیه که شاید هممون برامون منزجر کننده است، ولی اون لحظه احساس می کردم که با زبان خودشون دارم به خودشون فوش می دم و چی غیر از این می تونست من رو آروم بکنه. وقتی که خوندمش قصدی برای پست کردنش نداشتم، دو بار هم بیشتر این ویدیو رو ریکورد نکردم چون کاملا حسی بود، و وقتی که پستش کردم دیگه زمانی بودش که فقط پستش کردم و از خونه رفتم بیرون و بعدم شب اومدم خونه و خوابیدم. وقتی صبح بلند شدم دیدم که واو چه اتفاق عجیبی داره در پیج من میفته. بالای فکر کنم بالای 10,000 بار این ویدیو شیر شده بود و خب 13 میلیون ویو خورده بود. کی فکرشو میکرد؟ حالا جدا از این که این خیلی داشت با واکنش های متفاوتی از آدم های متفاوت شناس، حتی خیلی که برای من عجیب بود، در وهله اول فقط داری میگی واو او این منم، پس این اتفاق داره این اتفاق داره در پیج من میفته، و بعد میفهمی که خب این یک زبان مشترکی هست که توسط یک شعر و آهنگ بیان شد و چقدر این احساس مشترک در این کوبش ها، در این اخم ها، در این احساساتی که از دل آدم میاد بیرون میتونه در لحظه یکی باشه با آدم هایی که درد مشترک دارن. اون لحظه من و آدم هایی که این رو منی که این قطعه رو بازخونی کردم و آدم هایی که شنیدن و شیر کردن یک درد مشترک بیشتر با هم دیگه نداشتیم، و تازه به تبع این کلمات، به تبع این خشم، جسارت این پیدا شد که میزان تنفرمون رو از اتفاقی که در دامنه در اتفاقی که در واقع زندگی ما، در اطراف ما، در پیرامون ما داره میفته فریاد بزنیم، میزان تنفرمون رو، و بگیم که این نیست چیزی که زندگی قراره با ما، این چیزی نیست که در واقع در زندگی من باید رخ بده، این چیزی نیستش که تو باید به من بگی که من چطور باید زندگی بکنم، چطور باید نفس بکشم، چطور باید خدای خودم رو نیایش بکنم، ستایش بکنم، و این چیزی نیستش که تو به من یاد بدی، این زندگی منه، منی که یک بار فقط این زندگی رو میکنم. و تلخه، خیلی خیلی تلخه که بخوای فریاد بزنی و شنیده نشی. به نظر میرسه که این ترانه بیزارم از دین شما در زمان درستی حرف همه رو، حرف دل همه رو به یکی از بهترین شکلهای ممکن منتقل کرد. حق با شماست. الان ساکن تورنتو هستین، چه فعالیت هایی دارین توی کانادا و برنامه‌ای دارین برای انتشار آلبوم یا تکاهنگ، حالا چه مرتبط با و همسو با ترانه قبلی و چه کارهای جدید و متفاوت؟ من بله الان ساکن تورنتو هستم و خب به همون نیتی که از ایران خارج شدم که نیت ادامه در واقع زندگی هنریم بود به نحو احسن، یعنی یک هدفی بود که برای خودم قرار داده بودم که اگر دارم از کشور خودم خارج میشم پس باید دلیل محکمی برای خارج شدن داشته باشم، و دلیل محکم من این خواهد بود که زندگی هنریم رو به بهترین شکل بسازم، و من به عنوان یک هنرمند هیچ چیزی از زندگیم نمیخوام مگر اینکه زندگیم با موسیقی آغشته شده باشه. یعنی تمام چیزیه، دلم میخواد که مثلا تمام روزم پر از موسیقی باشه ولی شاید اون روز نتونم یک غذای درست بخورم. این تمام خواسته من از زندگیه، شاید خواسته از نظر خیلی یا خواسته مسخره و ناچیزی باشه، ولی این دلیلیه که من به خاطرش
سرزمین مادریم رو ترک کردم. بعضی وقتا بهش میبالم، بعضی وقتا میگم قبطه میخورم که چرا من به خاطر اینکه آواز سر بدم باید سرزمین مادریم رو، جایی که بهش تعلق دارم، پس بزنم؟ چرا باید مدام خاطرات بد ازش به ذهنم برسه؟ که البته سعی میکنم که نرسه، سعی میکنم این خاطرات برای من الک بشن، سعی میکنم چیزهای خوبی ازش به یاد بیارم، ولی با اخباری که هر روز میشنویم متاسفانه این خیلی میسر نیستش. ازم پرسیدین که آیا قراره که ترکی یا تکاهنگی یا آلبومی پخش بکنم. راستش من الان، یعنی بعد از این اتفاقات، فعالیت موسیقی بسیار زیاد داشتم و خب به خاطر اینکه به همین دلیل زنده هستم، ولی در حال حاضر دچار سکوت شدم، دچار یک سکوت خواسته یا ناخواسته نمیدونم، ولی دچار سکوتی شدم که احساس میکنم به احساسات عمیق تری نیاز دارم یا به آرامش فکری بیشتری نیاز دارم برای اینکه کار جدیدی تولید بکنم. گرچه من کار آماده تولید دارم و خیلی دوست دارم که هرچه زودتر بتونم پخششون بکنم، فعلا الان نیاز داشتم که یک مدتی این سکوت در من جاری بشه که من بدونم که اثر بعدی که از من قراره در واقع پخش بشه چه پیامی باید برای آدم ها داشته باشه. خب بعضی وقتا این پیام ها شخصیه، ولی از بعد از این اتفاق یک احساس مسئولیتی رو دوش من هستش که دوست دارم این پیامی که قراره از حرفی که از دل من به زبان موسیقی منتشر میشه یک پیام ارزشمندی باشه، یک چیزی باشه که بتونه در واقع در تاریخ خودش ثبت بشه. شاید یک حساسیت فکری بیشتر نباشه، ولی دوست دارم که بتونم این اثر رو جوری خلق بکنم که بتونه ربطی هم به دنیای امروزه ما ایرانی ها داشته باشه. ولی به هر حال شاید هم یه روزی این موزیکی که الان آماده است رو هرچی زودتر پخشش بکنم، شاید هم نه. خیلی نزدیک هستیم به سالگرد اعتراضات سراسری ژینا. چشمنداز این قیام رو چطوری میبینید و نقش خودتون رو به عنوان یه هنرمند تو پیش برد این قیام تا حالا پیروزی چی میدونین؟ کجاش وایسادین؟ مثل همه آدم های عادی دیگه که نوسانی از احساسات درونشون دارن، از امید و ناامیدی ها، من هم دقیقا در همون جایی ایستادم و احساس میکنم که یک روز پر از امیدم و میگم که خب این بالاخره داره راه خودشو میره، و روز دیگر نه، فکر میکنم که خب نه، ازش گذشته، احتمالا نمیشه، توهم توطئه میگیرم، نکنه اون هم با خودشون باشه، نکنه این هم با خودشون باشه، و این دائم این چالش و در واقع چه کنم هایی که در ذهن ما، سوال هایی که در ذهن ما میاد و میرم باهاش دوچار هستم. راستش نمیدونم نقشی در این داستان میتونم داشته باشم یا نه، فقط میدونم که به عنوان یک هنرمند میتونم در واقع این پیامی که میتونم به زبان موسیقی برسونم به گوش مردم رو تا حدی اجرا بکنم، و فکر میکنم تا حدی بازخوانی بیزارم این کار رو کرده. و حالا نمیخوام از بیزارم در واقع به قول معروف نمیخوام که از بیزارم یک دنبال رویی در واقع داشته باشم و یک ادامه‌ای داشته باشم که فقط به سبب اون بخوام تاثیرگذاری داشته باشم، چون به نظر من اون ویدیو کار خودش رو کرده در زمان خودش، نیازی به بازنشر یا تکرارش نیست. گرچه من فکر میکنم که این یک کلام و یک رمزیه که شاید باید هر از گاهی بهش برگردیم، تکرارش کنیم که یادمون نره که در واقع ما از کجا ضربه خوردیم و
باید چه بکنیم که یادمون باشه که هرگز دوباره گول این آدم های ناخلف رو نخوریم به هر دلیلی، گرچه همه الان دیگه انقدر دارای آگاهی هستیم که هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. ولی من در کل فکر میکنم که اتفاقی که باید در پیش زمینه و در واقع بطن این ماجرا بیفته افتاده، یعنی اون ترس ناشی از پایان به انقلاب اسلامی، در واقع به جمهوری اسلامی ببخشید، ترسی که در واقع از ناشی از اتمام این حکومت هست، فکر میکنم در وجودشون افتاده باشه و اون میزان آگاهی که شاید آدم‌ها تا دیروز تا پارسال نداشتن و هنوز بسنده میکردن به خرافه ها، به اعتقاداتی که شاید سرمنشأش رو نمیدونستن. فکر میکنم این مهمترین چیزی که در واقع در این انقلاب اتفاق افتاد بالا رفتن میزان آگاهی آدم ها بود نسبت به خرافه ها و خوراک هایی که در واقع از حکایات دین از هزاران و میلیارد ها و میلیون ها سال پیش تا به امروز از مدارس و دانشگاه ها تا هر چند سالی که داریم به ما خورونده شده و فقط خورونده شده بدون اینکه بهمون بگن آقا این هیستوری چیزیه که شما دارید دنبال میکنید، این دلیل و مدرکیه که من به تو میگم تو باید به این چیزی که من میگم ایمان داشته باشی. مهمترین اتفاقی که افتاده در پای ریزی این اتفاق برای انقلاب آگاهیه، سطح آگاهیه که مردم در واقع الان بهش رسیدن و چقدر هم این اتفاق به کمک نسل جدید پیشبردش سریع‌تر بوده. و اینکه من فقط سعی می‌کنم که به نوبه خودم از تریبون خودم و به کسانی که من رو در فضای مجازی یا اطراف من هستن دنبال می‌کنن فقط بتونم بگم که این اتفاق نیاز به همدلی داره، نیاز به باور قلبی داره، نیاز به یک دل شدن و یک صدا شدن داره. الان زمان این نیستش که شاخه های مختلفی از عقاید رو بخوایم در واقع قبرستون کهنه بشکافیم و بخوایم بگیم حالا من فلان عقاید رو دنبال میکنم، من بیسار عقاید رو دنبال میکنم. الان فعلا فقط فکر میکنم دو وجه قضیه هستش که کاملا باید شاهدش باشیم، انقلاب مهسا و جمهوری اسلامی ایران. کدوم سمت قضیه ایستادیم، کدوم سمت میخواییم بایستیم، و اینکه شبیه یک بازی تناب کشی میمونه که هر وری اگر قوی تر باشه اونور در واقع برنده این بازیه. نمیخوام کوچیکش کنم به شکل یک بازی، ولی فکر میکنم همصدا شدن و همدل شدن از اینجا تا تمام وجود آدم اولین اصلیه که باید بهش باور داشته باشیم.